همزمان با افزایش افغانستانی بگیر در ایران فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین بدون مدرک هشدار داده و از آنان خواست که تا پایان سال جمهوری اسلامی ایران را ترک کنند درود بر شما وقتتان به خیر آگوست آگست 2024 میلادی برابر با هجدهم اسد 1403 هجری شمسی است در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی ایران از موج تازه و گسترده افغانستانی بگیر در سراسر آن کشور و مشخصا در تهران خبر میدهد فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته است که شهروندان خارجی بدون مدرک باید تا پایان سال جاری ایران را ترک کرده و به کشور خودشان بازگردد جنرال احمد رضا رادان افزوده است که سیاست و برنامه جمهوری اسلامی مبتنی بر بازگشت تمام مهاجران بدون مدرک از ایران است. این مقام جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ابدهم اسد در حاشیه رزمایش طرح 40 به خبرگزاری جمهوری اسلامی یا ایرنا گفته است که به مهاجران فاقد مدرک برای حضور در راهپیمایی 40 نیز مجوز خروج و دفترچه خادم صادر نمی‌شود. این مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان تاکید کرده است که شهروندان خارجی بدون مدرک فقط از مرز چذابه در ولایت خوزستان اجازه ورود و خروج برای سفر اربعین را دارند پیش از این فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفته بود که 20 هزار نفر از افغانستانی های مقیم این ولایت برای سفر اربعین ثبت نام کردند فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در حال برخروج مهاجران بدون مدرک تا پایان سال جاری تاکید کرده است که بیشتر مهاجران ساکن در این کشور شهروندان افغانستان هستند و یک بخش آنان فاقد مدرک اقامتی هستند و پس از سقوط حکومت یعنی سقوط جمهوریت افغانستان را به مقصد ایران ترک کردن این در حالی است که در روزهای اخیر موج تازه و گسترده افغانستانی بگیر نیز در شماری از مناطق ایران از جمله در تهران آغاز شده است و ده ها هزار نفر در این روزها بازداشت و عده اخراج و عده پس از بررسی های در اردوگاه ها آزاد شدند. بازداشت مهاجران بدون مدرک و حتی افراد با مدرک از سوی پلیس ایران با خشونت ما در بسیاری موارد صورت می گرد. و تازگی ویدیوی از سید مهدی نوجوان افغانستانی منتشر شده است که پلیس ایران با زانو بر سر و گلویش فشار وارد میکند و او را بر زمین زده است. برخی ادعاهای وجود دارد که سید مهدی بر سر زربا شتم پلیس گردنش شکست است. هنوز اما جزیات بیشتر در مورد وضعیت او در دسترس نیست، نشر این ویدیو ما در شبکه های اجتماعی با های گسترده ملی و بین المللی را در پی داشته است و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که جلوی چنین رفتارهای خشونت بار را بگیرد سنترال افغانستان صدای مردم افغانستان